درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. ایران میگوید از تهدیدهای اسرائیل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکایت کرده است. بیش از 500 چهره فرهنگی خواستار توقف اجرای حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی شدند. 5 زندانی زن به دلیل اعتراض به اعدام ها در مجموع به 27 ماه حبس محکوم شدند. سناتور لنسی گراهام در مصاحبه ای گفت که پیش بینی می کند اسرائیل به زودی یک حمله متقابل سخت علیه ایران انجام بدهد. پلیس اسرائیل 7 اسرائیلی را به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی دستگیر کرد. فتح الله گولن منتقد سرسخت اردوغان در آمریکا درگذشت. و هدیه 1,000,000 دلاری ایلان ماسک به رای دهندگان پنسیلوانیا موجب نگرانی های قانونی شده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 21 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 30 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه‌ای نوشته و از تهدیدهای اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای خود شکایت کرده است. اسرائیل اعلام کرده که در واکنش به حمله موشکی 10 مهر ماه ایران حملاتی را علیه جمهوری اسلامی انجام بدهد و گمان زنی‌های گسترده‌ای وجود دارد که تأسیسات هسته‌ای ایران ممکن است جزو اهداف اسرائیل باشد. اسماعیل بقائی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت تهدید به حمله به تأسیسات هسته‌ای برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل است و محکوم می‌شود و ما در این خصوص نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال کردیم. او با تکرار مواضع سایر مقامات تهران ادعا کرد که هر گونه اقدام اسرائیل علیه جمهوری اسلامی با پاسخ قاطع و قطعی ایران روبرو خواهد شد. اسرائیل در طول 3 هفته‌ای که از دور دوم حملات موشکی ایران به این کشور می‌گذرد، ضمن تاکید مکرر بر پاسخگویی و به رغم درخواست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حاضر نشده است که تأسیسات هسته‌ای ایران را از فهرست اهداف احتمالی اقدام متقابل خود کنار بگذارد. با احضار الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم 5 سال زندان، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان در دولت مسعود پزشکیان وعده داد که این موضوع را پیگیری کند. معاون امور زنان در دولت پزشکیان روز 30 مهر ماه درباره احضار محمدی و حامدی برای اجرای حکم 5 سال زندان به روزنامه هم‌میهن گفت موضوع این دو خانم خبرنگار از چند مسیر در حال پیگیری است و معاونت امور زنان و خانواده هم به سهم خود پیگیر است. او با بیان اینکه حل این پرونده نیازمند طی شدن یک روال حقوقی است، اظهار امیدواری کرد که روند پیگیری ها نتیجه بخش باشد و شرایطی فراهم شود که آنها در کنار خانواده خود باشند. همزمان بیش از 500 تن از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان اجتماعی در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اشعی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواستند که از اختیارات خود استفاده کرده و اجرای حکم حامدی و محمدی را متوقف کند. امضا کنندگان این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که در فضای کنونی کشور که رئیس جمهوری از وفاق ملی سخن میگوید، اجرای حکم زندان این دو خبرنگار اجتماعی در تناقض با این رویکرد و بخشنامه عفو سال 1401 است. پخشان عزیزی، محبوبه رضایی، نرگس محمدی و وریشه مرادی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، هر کدام به 6 ماه حبس و پریوش مسلمی به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. اتهامات این زندانیان در پرونده جدید که به دلیل اعتراض به اعدام‌ها شکل گرفته، درگیری با مأمور و تمرد ذکر شده است. این حکم از سوی دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی قدس تهران
به ریاست قاضی ابوالفضل عامری شهرابی صادر و روز 28 مهر ماه به این زندانیان در اوین ابلاغ شده است. طبق اطلاعات منتشر شده این 5 تن از اتهامات اخلال در نظم زندان و تخریب اموال زندان تبرئه شدند. رانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان نوشت در جریان برگزاری جلسه دادگاه فقط خانم مسلمی حضور داشت و دیگر متهمان این پرونده از رفتن به دادگاه امتناع کردند. این پرونده بعد از اعتراض روز 16 مرداد زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به اعدام رضا رسایی و ضرب و شتم آنها به دست نیروهای امنیتی و انتظامی اوین گشوده شد. شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی توکلی با صدور احکام سنگین برای 10 شهروند بهایی آنها را در دادگاه بدوی به حبس‌های طولانی و پرداخت میلیون‌ها تومان جزای نقدی، ممنوع خروجی و ممنوعیت استفاده از فضای مجازی محکوم کرد. بر اساس این حکم، یگانه آگاهی، یگانه روح بخش، نگین خادمی، شانا شوقیفر، مشگان شاهرضایی، پرستو حکیم، آرزو صبحانیان و ندا بدخش هر کدام به 10 سال 7 تا 100 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین دادگاه انقلاب ندا امادی و بهاری لطفی را هر کدام به 5 سال حبس و 50 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده که 4 سال از مدت حبس آنها تعلیقی اعلام شده است. بر اساس احکام صادر شده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب همه این 10 تن به 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال ممنوعیت استفاده از فضای مجازی هم محکوم شدند. اعتراضات معیشتی در ایران روز دوشنبه 30 مهر ماه با تجمع بازنشستگان مخابرات در اعتراض به بی‌عدالتی ستاد اجرایی و تعاون سپاه به عنوان مالکان این شرکت در دست کم 8 استان ادامه یافت. بنا به گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روز دوشنبه 30 مهر ماه اعتراضات بازنشستگان مخابرات دست کم در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، اصفهان، خوزستان، لرستان، کرمانشاه و کردستان جریان داشت. تداوم اعتراضات معیشتی در ایران در حالی است که همزمان با احتمال پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی، التهاب در بازارهای مالی در ایران همچنان ادامه دارد. بنا به گزارش وبسایت بن‌بست که تحولات نرخ ارزهای خارجی و طلا و سکه را در بازار ایران دنبال می کند، نرخ هر 1 دلار آمریکا در بازار آزاد ایران امروز به 65 هزار تومان رسید و قیمت هر 1 تکه طلا از مرز 56 میلیون تومان گذر کرد. بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود مبنی بر تنبیه انضباطی تتلو در زندان، رسانه‌ها علت این تنبیه را درگیری فیزیکی این زندانی با یک زندانی دیگر اعلام کردند. روزنامه همشهری در گزارشی نوشت که اشاره سخنگوی قوه قضاییه به ماجرای درگیری امیرحسین مقصودلو در زندان با یک زندانی دیگر است. به نوشته این روزنامه این درگیری چندان جدی نبوده و به آسیب و صدمات کاملا جزئی ختم شد، اما به دلیل همین درگیری تتلو تنبیه انضباطی شد. چند روز پیش سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که تتلو از بابت اتهام توهین به مقدسات به 5 سال حبس محکوم شده که این پرونده با اعتراض به رأی همکنون در دیوان عالی کشور است. مهمترین پرونده امیرحسین مقصودلو مربوط به اتهام سب نبی و توهین به مقدسات بود که این پرونده در دادگاه کیفری 1 استان تهران رسیدگی و تتلو از اتهام سب نبی تبرئه شد. بنا به اعلام همشهری نسبت به این حکم تبرئه اعتراض شده و در صورت نقض حکم تبرئه از اتهام سب نبی او باید بار دیگر محاکمه شود. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99
معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آمریکا بیشتر باقی نمانده، سناتور لینسی گراهام در مصاحبه ای گفت که پیش بینی می کند که اسرائیل به زودی یک حمله متقابل سخت علیه ایران انجام بدهد. گراهام سناتور جمهوری خواه از کارولینای جنوبی در برنامه میت د پرس از شبکه NBC به مجری گفت: من اطلاعات مستقیمی ندارم، اما می‌دانم که آنها، یعنی اسرائیلی‌ها، در ضربه زدن بسیار جدی هستند. فکر می‌کنم حمله به زودی انجام خواهد شد و فکر می‌کنم که ضربه سختی خواهد بود. گراهام افزود: باید هرچه بتوانند ایران، حزب الله و حماس را تضعیف کنند، چون این برای منطقه بهتر است. سناتور گراهام روز یکشنبه گفت: فکر می‌کنم توافق عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل که کلید ماجرا است، اکنون بیش از هر زمان دیگری امکان پذیر شده است. وی تاکید کرد: در حال حاضر فرصتی وجود دارد نه تنها برای پایان دادن به درگیری‌ها، بلکه برای جایگزینی حماس برای همیشه، و راه انجام این کار آن است که روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل عادی شود. با مرگ سنبار اکنون درها باز است تا نه تنها راهی برای واگذاری قدرت در غزه و در نهایت لبنان به دست اسرائیل پیدا شود، بلکه این مناطق توسط یک ائتلاف عربی جایگزین شود که بتوانند زندگی بهتری برای فلسطینی‌ها فراهم کنند. بگفتود: هرگز به این اندازه امیدوار نبودم که عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل ممکن است. من یک سال و نیم با دولت بایدن کار کردم و فکر می‌کنم که ما بسیار نزدیک هستیم. یک روز بعد از آنکه اسرائیل مدعی شد که یک پهپاد خانه محل اقامت نخست وزیر بنیامین نتانیاهو را هدف قرار داده، آمریکا اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی تاد را به دست اسرائیل رسانده است. وزیر دفاع ایالات متحده لوید آستین روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش آمریکا سامانه پیشرفته ضد موشکی تاد خود را به سرعت به اسرائیل منتقل کرده و این سامانه اکنون در جای خود قرار دارد. اسرائیل در نیمه شب 21 اکتبر حملات هوایی بیشتری در بیروت و جنوب لبنان انجام داد و شعبه هایی از بانکی که میگوید حامی حزب الله هست را هم هدف گرفت. رسانه دولتی لبنان گزارش داده که جمعیت قرض‌الحسن لبنان در دره بقا واقع در شرق این کشور هدف قرار گرفته و این رسانه همچنین از حمله به شعبه این بانک نزدیک فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری در بیروت خبر داد. رویترز میگوید که این بانک 30 شعبه در لبنان دارد که نیمی از آنها در بیروت است. اسرائیل این مؤسسه مالی را به تسهیل مرابطات مالی حزب الله برای تهیه و ذخیره‌سازی اسلحه و پرداخت حقوق اعضایش متهم کرده است. از سوی دیگر اسرائیل با یک حمله گسترده یک بلوک مسکونی معروف به پروژه بیت لاهیا را در بخش غربی بیت لاهیا هدف قرار داد و ویران کرد. وزارت بهداشت غزه در آخرین گزارش خود بدون اعلام شمار دقیق کشته شدگان تایید کرد که مجموعاً 87 تن بعد از حمله اسرائیل به بیت لاهیا کشته یا مفقود شدند. این وزارتخانه همچنین افزود که بیش از 40 تن دیگر هم زخمی شدند. دادستان‌های اسرائیلی 7 شهروند این کشور را به اتهام جاسوسی و انجام صدها مأموریت برای حکومت ایران بازداشت کردند. بازداشت شدگان به عکس برداری و جمع‌آوری اطلاعات درباره پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش اسرائیل و
از جمله پایگاه‌های هوایی نواتین و رماد و همچنین مکان آتشبارهای سامانه پدافندی گنبد آهنین متهم هستند. داستان‌ها با استناد به یافته‌های پلیس و شینبت میگویند که متهمان وظایف مختلفی را برای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران انجام دادند و با عوامل ایرانی در ارتباط بودند. متهمان در ازای انجام وظایف محوله به آنها صدها هزار دلار دریافت کردند که بخشی از آنها به صورت رمز ارز بوده است. برخی از متهمان به مدت 2 سال برای حکومت ایران جاسوسی کردند و همه آنها از آغاز حمله 7 اکتبر جاسوس جمهوری اسلامی ایران بودند. آموس هوکشتاین، فرستاده آمریکا برای میانجیگری لبنان و اسرائیل، امروز دوشنبه وارد بیروت پایتخت لبنان شد. هوکشتاین در یک کنفرانس مطبوعاتی که امروز در بیروت برگزار شد گفت که با خارج شدن اوضاع از کنترل هیچ کس نتوانست درگیری در لبنان را مهار کند و از آنچه مردم لبنان رنج میبرند ابراز تأسف کرد. او با بیان اینکه پیوند دادن آینده لبنان به هر گونه درگیری در منطقه به نفع لبنانی ها نیست تاکید کرد که هیچ کس برای اجرای قطعنامه 1701 کاری انجام نداده است. هوکشتاین همچنین افزود که در بیروت درباره قرار دادن لبنان در مسیر جدیدی از ثبات بحث خواهد کرد. فرستاده آمریکا اظهار داشت که گفتگوی سازنده‌ای با رئیس پارلمان لبنان داشته است. او گفت که اگر دولت لبنان تصمیماتی در راستای منافع مردم بگیرد و نیازهای مردم خود را در اولویت برنامه‌های خود قرار بدهد، دنیا در کنار آن می‌ایستد و ایالات متحده هم آماده است که از آن حمایت کند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تا یه مصاحبه ای گفت که از مقامات ایرانی خواستم احساسات خود را نسبت به لبنان کم کنند. میقاتی افزود مصاحبه قالیباف را خودم مرور کردم و اعتراضم را به مقامات ایران ابلاغ کردم و پیامم رسید. نخست وزیر لبنان بیان کرد درک میکنم که ایران از مذاکرات حمایت میکند، اما هیچ کس نمیتواند به نیابت از دولت لبنان صحبت کند. قالیباف 2 روز گذشته در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو گفته بود که ایران آماده است برای اجرای قطعنامه 1701 با فرانسه مذاکره کند. او در سخنانی تصریح کرد که ایران برای مذاکره درباره اقدامات اجرایی این قطعنامه با فرانسه که به عنوان میانجی حزب الله و اسرائیل عمل خواهد کرد آمادگی دارد. در همین راستا دفتر نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در واکنش به سخنان قالیباف کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بیروت را احضار کرد تا مواضع لبنان در این باره را به او ابلاغ کند. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب میکنم. دفاتر هیدری لا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 heidarilaw.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه.
خبرها را دنبال میکنیم. یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی رهبر مخالفان روسیه میگوید که قصد دارد رئیس جمهور روسیه شود. ناوالنایا میداند که تا زمانی که پوتین در قدرت است اگر به روسیه برگردد با خطر دستگیری روبرو خواهد شد. دولت روسیه او را به مشارکت در فعالیت های افراطی متهم کرده است. همسرش که منتقد صریح پوتین بود با اتهامات مربوط به افراطگرایی روبرو شد و به 19 سال زندان محکوم شد، اتهاماتی که سیاسی تلقی می شد. او در فوریه گذشته در زندان دورافتاده در مدار قطب شمال جان خود را از دست داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آن زمان گفت که هیچ شکی نیست که پوتین مسئول مرگ اوست. روسیه اتهام کشتن ناوالنی را رد می کند. یولیا ناوالنایا در جریان رونمایی کتاب میهن پرست که همسرش پیش از مرگ نوشته بود بار دیگر تاکید کرد که قصد دارد به مبارزه برای دموکراسی ادامه بدهد. ناوالنایا گفت وقتی زمان مناسب فرا برسد من در انتخابات نامزد خواهم شد. حریف سیاسی من ولادیمیر پوتین است و هر کاری از دستم بر بیاید خواهم کرد تا رژیم او هر چه زودتر سقوط کند. سیمون فیسکی که در حمله تروریستی 7 ژانویه 2015 به دفتر شارلی ابدو در پاریس به شدت زخمی شده بود درگذشت. او در آن زمان مدیر وبسایت این نشریه فکاهی فرانسوی بود. فیسکی که در زمان مرگ 41 ساله و صاحب دختری 5 ساله بود از زمان حمله به شدت ناتوان شده بود. در زمان حمله یعنی 7 ژانویه 2015 او 3 سال بود که به مستر روزنامه شارلی ابدو بود که دو تروریست اسلامگرا به نام برادران گواشی وارد دفتر مجله شده و به او و همکارانش شلیک کردند. حمله آنها به دلیل انتشار کاریکاتورهایی از محمد پیامبر اسلام در شارلی ابدو و به قصد انتقام گرفتن از روزنامه‌نگاران و کارکنان این مجله انجام شد. تحقیقات برای یافتن علت دقیق مرگ این فرد آغاز شده و دستور کالبدشکافی جسد وی داده شده است. دادستان پاریس در مورد اینکه آیا مرگ فیسکی بر اثر ضایعه نخاعی ناشی از جراحت در زمان حمله بوده یا نه به شبکه رادیویی فرانس اینفو گفت هنوز علت دقیق مرگ مشخص نشده و در این مرحله هیچ فرضیه‌ای نمیتوان ارائه داد. رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح الله گولن از مرگ این روحانی مخالف سرسخت رجب طایب اردوغان در آمریکا خبر دادند. این گزارش ها حاکی است که آقای گولن روز یک شنبه 29 مهر ماه در سن 83 سالگی در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. این خطیب مذهبی و مدرس علوم اخلاقی و الهیات در دو دهه اخیر در ایالت پنسیلوانیا زندگی میکرد. رسانه هایی در ترکیه مانند NTV و هابر مرگ گولن را به نقل از حساب های کاربری نزدیکان او در آمریکا اعلام کردند، اما حکومت ترکیه هنوز رسما به این خبر واکنشی نشان نداده است. ایلان ماسک میلیاردر و کارآفرین مشهور روز یک شنبه در جریان کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در هاریسبرگ پنسیلوانیا قول داد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر روزانه با قرعه کشی به یکی از رای دهندگان به ترامپ 1,000,000 دلار هدیه بدهد. به گزارش رویترز این اقدام ماسک موجب نگرانی های قانونی شده است، چرا که کارشناسان با استناد به قوانین فدرال میگویند که ارائه مشوق های مالی به رای دهندگان ممنوع است و اقدام ماسک میتواند به عنوان تلاشی غیر قانونی برای تاثیرگذاری بر رفتار رای دهندگان تلقی شود. ماسک از شرکت کنندگان در گرد همایی هاریسبرگ خواست توماری در حمایت از متمم اول و دوم قانون اساسی ایالات متحده امضا کنند که همچنین به کمیته اقدام سیاسی آمریکای وی اجازه می‌دهد تا اطلاعات تماس افراد را ثبت کرده و احتمالاً برای تاثیرگذاری بر مشارکت آنها در انتخابات استفاده کند. ماسک این کمیته را چند وقت پیش تأسیس کرد که کارش جلب حمایت برای ترامپ است و به ویژه تلاش می‌کند تا رای دهندگان را در ایالت‌های کلیدی مانند پنسیلوانیا به حمایت از نامزد جمهوری‌خواهان تشویق کند. کمک‌های مالی هنگفت ماسک که تاکنون حداقل 75 میلیون دلار به این گروه داده است، این کمیته را به بخش مهمی از کارزار انتخاباتی ترامپ تبدیل کرده. جاش شاپیرو فرماندار پنسیلوانیا در مصاحبه تلویزیونی نگرانی‌های خود را درباره پرداخت‌های ماسک ابراز و بیان کرد که چنین اقداماتی ممکن است نیازمند بررسی توسط مقامات قانونی باشد.
قوانین فدرال آمریکا پرداخت به رای دهندگان برای تاثیرگذاری بر مشارکت آنها چه از طریق هدایا و چه از طریق چیزهای برداشت مالی را ممنوع می کند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.